تو این فصل قرار هست در مورد کانفیگ کردن مجوز ها صحبت کنیم. توی سیستم عامل لینوکس هر فایل داره اونر یوزر و گروه هستش که ما سطح دسترسی هامون رو برای یوزر، برای اعضای گروه و برای بقیه آدم ها یا آدر دسترسی هامون رو تنظیم کنیم. دسترسی که ما به هر یک از این المان ها میدیم، چه یوزر، چه گروه و چه آدر، سه نوع دسترسی رید، رایت و اکزیکیوت هست که اونهایی که این مجوز رو دریافت بکنن میتونن اون فایل رو بخونن، توی اون فایل بنویسن یا اون فایل رو اجرا بکنن. نکته بعدی که حائز اهمیته اینه که اون کسی که به عنوان یوزر اونر اون فایل محسوب میشه همیشه میتونه اون مجوزها رو تغییر بده و مجوزهایی که به ذهن خودش میرسه رو اعمال بکنه و از اون لحظه به بعد مجوزهای جدید روی اون فایل اعمال بشه. ابزارهای رایجی که برای کانفیگ کردن دسترسی ها و مجوز ها معمولا ازش استفاده میشه سه دستور CHOwn، CHMode و CHGRP است که به سراغ سرورمون میریم تا اینها رو تست بکنیم. خب من یوزر روش رو جلسه قبل مجوز اتصالش از طریق SSH رو گرفتم. خب مجوز رو دو مرتبه بهش برمیگردونم. حالا برای تست دسترسی ها برای مثال به شاخه /var/temp میریم. من اینجا یه فایلی درست میکنم مثلا به اسم readme.txt. فایل readme.txt با این سه سطر نوشته شد. حالا من به واسطه کامند ll میتونم جزئیات بیشتری در مورد فایل readme.txt رو اینجا ببینم. یوزر اونر و گروپ اونر این فایل اینجا نشون داده شده که به من نشون میده که یوزر اونر یوزر روت هست و گروپ اونر هم گروه روت. توی ستون سمت چپ از کامند ll ما یه سری پارامترهایی رو داریم که اینجا میتونیم اونا رو بررسی بکنیم. دش اول به معنی اینه که فایل readme.txt یک regular فایل هست. نه بخش بعدی rw-r- و همینطور مجدداً r- دسترسی هایی هستش که سه قسمت اول برای یوزر اونر، سه قسمت دوم r- برای گروپ اونر و سه قسمت سوم دوباره r- برای آدر اعمال میشه. الان از دسترسی که برای این فایل اعمال شده به این معنی هست که یوزر اونر دسترسی رید رایت داره، دسترسی اکزیکیوت نداره. گروپ اونر دسترسی رید داره، رایت نداره، اکزیکیوت نداره. و آدر یعنی هر کسی که نه یوزر اونره و نه عضو گروه روت هست، فقط دسترسی رید داره و نمیتونه توش بنویسه یا اکزیکیوتش بکنه. الان به عنوان مثال من به عنوان یوزر روت این اجازه رو دارم که به این فایل
دو مرتبه یه تغییراتی رو اعمال بکنم، مثلا یه سطر سومی هم یه سطر چهارمی هم اضافه بکنم. مثلا this is a first line append میکنم به readme.txt. اگه cat readme.txt بگیرم میبینید که this is a first line اضافه شده. ولی اگه من switch user بکنم به user حمید، که اگه گروپس حمید رو ببینیم میبینیم حمید فقط عضو گروه حمید هست و عضو دیگه تو گروه دیگه ای عضو نیست. من میرم به شاخه استش بار استش temp. الان واضحه که من نه یوزر اونرم و نه عضو گروه روتم، پس جزء آدر محسوب میشم به عنوان یوزر حمید. پس من فقط دسترسی read به این فایل دارم، میتونم بگم cat readme.txt، ولی نمیتونم توی این فایل بنویسم. مثلا بگم echo 1 توی readme.txt به میگه permission denied. چرا؟ چون other مجوز write رو نداره. ولی اگه یوزر root به other این دسترسی رو بده، یعنی بتونه write بکنه در اون فایل readme.txt، اون موقع حمید به عنوان other میتونه توی این فایل تغییر اعمال کنه. من کنترل دی میزنم، لاگ اوت میکنم، میام به واسطه کامند chmod میام به آدر دسترسی رایت رو هم بدم. یه نگاه به منوال کامند chmod میندازیم. خب میبینم که مدل نوشتن کامند chmod به این صورت هست که من آپشنام رو ست میکنم، میتونم یک یا چندین آپشن داشته باشم، مودهای مختلفم رو ست میکنم که حالا این مود هم میتونه یک یا چند مود باشه، و بعد فایل یا فایلام رو بهش معرفی میکنم. یه روش دیگه ای که وجود داره روش اوکتال موده، که همون RWX برای یوزر اونر، RWX برای گروپ اونر و RWX برای آدر رو با فرمت اوکتال می نویسیم، به این صورت که RWX رو به عنوان بیت های یه عدد اوکتال در نظر می گیریم. اگر از راست به چپ نگاه کنیم X 2 به توان 0، W 2 به توان 1 و R 2 به توان 2، یعنی از سمت چپ به راست میشه 4 2 1. هر کدوم از این بیت ها ست باشن، مقدار اونها با ضریبشون ضرب میشه. یعنی اگر من فقط دسترسی رید داشته باشم، اون موقع رید من ضریب 4 داره، و چون رایت و اگزیکیوت رو ندارم دسترسی من میشه فقط 4. یا مثلا اگر من رید و رایت رو داشته باشم، اون موقع ضریب من میشه 4 برای رید و برای رایت ضریب من میشه 2، یعنی 4 و 2 میشه 6، دسترسی من مثلا میشه 6. یا اگر من مجوز رید رایت اگزیکیوت داشته باشم، برای رید ضریب من میشه 4، برای رایت ضریب من میشه 2، برای اگزیکیوت ضریب من میشه 1 2 1 3 4 و 3 میشه 7، پس دسترسی من میشه 7. حالا این فقط برای یوزر اونر، گروپ اونر یا آدر هست. حالا همین رو اگر ترکیب بکنیم برای هم یوزر اونر، هم برای گروپ اونر و هم برای آدر، مثلا اگر من برای یوزر اونر دسترسی RWX رو کامل داشته باشم پس میشه 7، برای گروپ اونر هم دسترسی کامل رو داشته باشم باز هم میشه 7، برای آدر اگر هیچ دسترسی نداشته باشم میشه 0، پس اون موقع مجوز اوکتال مود من میشه 770 اگر از چپ به راست بخونیمش. این هم یکی از روشاییه که ما میتونیم استفاده بکنیم برای ست کردن پرمیشنم. تو حالت اول موقعی که داریم صحبت مود میکنیم، ما میتونیم از این سری پیشوند سمبولیک استفاده کنیم، مثلا U برای یوزر اونر، G برای گروپ اونر، O برای آدر، A برای آل، که اون وقت با علامت مثبت و منها یا مساوی میایم صراحتا دسترسی رو بهش میگیم. مثلا برای اینکه بگیم به یوزر اونر W رو هم رایت رو هم اضافه کن، میگیم U به اضافه W. یا مثلا برای اینکه
به آدر دسترسی رید رو هم بدیم میگیم یو مثلا میخوام او پلاس مثلا آر برای اینکه رید رو به آدر اعمال کنیم، یا مثلا برای اینکه آر دبلیو ایکس رو از آدر برداریم میتونیم بگیم که او منهای آر دبلیو ایکس. اگر بخوایم در مورد یوزر اونر، گروپ اونر و آدر صحبت بکنیم میتونیم بینشون کاما بزنیم، مثلا میگیم یو پلاس آر دبلیو یعنی به یوزر اونر آر دبلیو بده، به گروپ کاما گروپ اونر بگیم مثلا ازش اگزیکیوت رو بردار جی من های ایکس، و برای آدر دوباره کاما او مساوی مثلا آر دبلیو یعنی ایکس رو ازش بردار آر دبلیو رو براش ست کن. به این صورت میتونیم این تنظیمات رو تعریف بکنیم. آپشن های دیگه ای هم برای این کامند وجود داره که پایین تر اومده، میتونیم مثلا با آپشن داش اف یه جورایی فورس بکنیم این کامنده اجرا بشه و اگه ارور مسیج وجود داره اونا رو در نظر نگیریم، با داش وی تو مود وربوس بگیم که هر کاری داریم میکنیم یه توضیحی بده که چه اتفاقی افتاده، با داش آر بزرگ مثلا به صورت ریکرسیو بگیم که این رو روی این شاخه و زیر شاخه‌هاش اعمال کن، حالا جایی که بهش میگیم مثلا یه دایرکتوری اگر بهش میدیم، و آپشن‌های دیگه‌ای که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. برای مثال من الان میخوام به یوزر آرش که به عنوان آدر این فایل محسوب میشه و یوزرهای دیگه، چون میخوام روی آدر اعمال کنم پس به یوزرهای دیگه هم این دسترسی اعمال میشه، میخوام به آدر دسترسی رایت رو هم بدم که بتونن روی فایل readme.txt بنویسن. chmod او به عنوان آدر میگم که دسترسی رایت رو هم بهش بده و میگم روی فایل readme.txt اعمال کن. الان من اگر ll بگیرم میبینید که اینجا برای آدر w هم اضافه شده. پس اگر من الان با یوزر آرش بیام، خب اجازه بدید من شل آرش رو هم بش کنم، با chsh این کار انجام میدم، bin bash، حالا su میکنم آرش. خب الان من به عنوان یوزر آرش سویچ یوزر شدم. حالا چون توی آدر دسترسی رایت وجود داره، من میگم به فایل readme یه سطر دیگه هم اضافه کن، میگم append کن به readme.txt، یعنی دارم رایت میکنم و الان روش میگم this is fifth line، خب و میبینید که تغییر اعمال میشه، چرا که من الان به عنوان یوزر آدر مجوز رایت کردن روی این فایل رو هم دارم و همینطور میتونم این فایل رو ویرایش بکنم، چون ویرایش کردن هم جزء رایت محسوب میشه. کامند دیگه‌ای که وجود داره chown هست که برای تغییر دادن اونر فایل استفاده میشه، حالا چه بخواد یوزر اونر باشه چه بخواد گروپ اونر باشه، چه بخواد به طور همزمان هم یوزر اونر و هم گروپ اونر رو بخوایم عوض بکنیم. در کنار اون کامند chgrp هم هست که میشه برای تغییر دادن فقط گروپ اونر استفاده کرد. خب برای این کار میتونیم منوال chown رو یه نگاهی بندازیم که میشه فرمت نوشتنش به این صورت که کامند chown رو مینویسیم، آپشناش اونر و گروپ رو مشخص میکنیم
که حالا میشه مثلا بینشون کلون گذاشت یا دات گذاشت و بعد فایل یا فایل هامون رو بهش میدیم. آپشن هایی هم که داریم داش سی هست که شبیه حالت وربوس فقط چینج ها رو بهمون نشون میده. داش اف هست که به صورت فورس و حالا به صورت سایلنت مثلا مسیج ها رو نشون نمیده اگر اروری چیزی وجود داشته باشه، ولی مجبور بکنه که اعمال بشه. داش وی به ما گزارش میده که به چه صورت هست. آپشن دی ریفرنس واسه این که پرمیشن هایی که ما داریم اعمال میکنیم به خود ریفرنس اون سافت لینک اعمال بشه که به صورت دیفالت هم به همین صورت هست. و آپشن داش اش یا نو دی ریفرنس که برای سیستم هایی که حالا ساپورت میکنن این اونرشیپ و این تغییرات روی خود سافت لینک اعمال بشه، نه اون فایلی که بهش داره ریفرنس داره. و آپشن های دیگه که حالا میشه وقت گذاشت روش و اونها رو مطالعه کرد. برای مثال توی همون مثال قبلی، من اگر بخوام یه کاری بکنم که دسترسی که من برای رایت دادم واسه آدر اعمال نشه، بلکه برای یه گروه خاصی بخواد اعمال بشه که مثلا آرش هم عضو بشه، نه برای همه یوزرها که بتونن روی فایل مثلا readme.txt تغییر بدن، پس من میام دسترسی رایت رو از آدر برمیدارم، میگم او منهای دبلیو از روی فایل readme.txt. خب به خاطر اینکه آرش یوزر اونر این فایل نیست، خب نمیتونه این تغییر رو اعمال کنه، به خاطر من کنترل دی میزم اگزیت میکنم که به عنوان یوزر روت این کار رو انجام بدم. او منهای رایت از readme.txt، خب مجوز رایت از آدر برداشته میشه. من به واسطه کامند chown یا با chgrp هم میتونم این کارو بکنم. با کامند chgrp میتونم بگم که گروپ اونر یا فایل آپدیت بشه. حالا هم میتونم بگم chgrp مثلا my group که فکر میکنم قبلا اینو ساخته بودم. بله، هم با chgrp هم با کامند chown میتونم بگم dot my group، به این معنی که میخوام فقط user owner اعمال بشه. اگر chown رو بنویسیم x یه فایلی، user owner تبدیل میشه به user x. اگر بنویسم dot x، group owner update میشه به x. اگر بنویسم x.x، user owner و group owner به x آپدیت میشم. اگر بنویسم x dot یا همون x خالی، باز هم فرق نمیکنه با حالت x.x و همزمان هم یوزر اونر و هم گروپ اونر آپدیت میشن. یعنی من الان اگر بخوام با گروپ اونر این فایل رو آپدیت بکنم، اصلا نیازی به chgrp هم نیست، میتونم با همون dot my group بگم که گروپ اونر readme.txt آپدیت بشه به my group. الان اگر نگاه بکنیم ببینیم یوزر اونر یوزر روته و گروپ اونر گروه مای گروپ هست. حالا من آرش رو عضو مای گروپ میکنم و بعد به گروپ اونر دسترسی رایت میدم، میگم یوزر مود ایجی مای گروپ به یوزر آرش و بعد میگم الان گروپس مای گروپ گروپس آرش رو ببینیم. میبینیم که آرش عضو گروه آرش و مای گروپس هست و بعد من میام دسترسی رایت رو به گروپ اونر مای گروپ اعمال میکنم، میگم یوزر مود جی پلاس دبلیو به گروپ اونر دسترسی رایت رو میدم به فایل readme.txt. کام اشتباه نوشتم، یوزر مود نه سی اچ مود. و بعد میام با یوزر آرش لگین میکنم. این بار میبینیم که چون آرش عضو گروه مای گروپ هست میتونه رایت بکنه. یعنی میگم مثلا vimr readme.txt، بعد میگم this is six line و فایلو سیو میکنم.
چون آرش عضو گروه مای گروپ هست میتونه روی این فایل رایت بکنه، ولی اگر با یوزر حمید مثلا من لاگین بکنم و بگم که داخل فایل readme.txt مثلا یه سطر جدید اضافه کن، اول که اون پایین به من یه وارنینگ داد، گفت این فایل فقط رید اونلی از دیده تو و نمیتونی این کار رو بکنی. حالا من باز با این حال می نویسم، وقتی WQ می زنم میگه که read only option is set add exclamation mark to override. خب من نمیتونم الان اینو سیو بکنم، حتی اگر علامت تعجب رو هم تهش اضافه بکنم باز هم نمیتونم این کار رو بکنم، چون عملا فورس رایت فقط برای یوزر روت هست و یوزر معمولی نمیتونن این کار رو انجام بدن. پس نهایتا مجبورم که کیو علامت تعجب بزنم تا تغییراتم اعمال نشه و تغییرات ایگنور بشه و از فایل از ادیتور وی آی ام بتونم خارج بشم. حالا اگر کت readme.txt رو ببینید، میبینید که خط هفتم به این فایل اضافه نشد، به این معنی که حمید الان با یوزر با آدر داره مچ میشه و آدر هم دسترسی رایت به این فایل رو نداره. خب من ویدیو رو همینجا متوقف میکنم و ادامه بحث رو تو ویدیو بعدی ضبط میکنم.